تو میتونین که شما معلومات را در اینجا ذخیره بکنین و یا به اصطلاح میخواین شخص معلومات را اینجا اپلود بکنین، فایل های نو را کریت بکنین. اینجا یک بتنی هستن که لیو نوشته است، روی ازی کلیک کنین یک منوی دیگه بر شما انتخاب میشه. در این شما ببینین فولدر، یعنی به این مطلب که شما نیو فولدر ساخته میتونین، یک فایل نو را اپلود میتونین، یک فولدر نو را اپلود میتونین، شما میتونین داکس بسازین، داکومنت ها بسازین که اینجا بنام docs.google.com هم شما رفته میتونین از اون طریق کنو اوتومات در امی درایو شما ذخیره میشه. ببینین هر اون فایلی که من حیث اتچمنت در ایمیل شما میاد، اون فایل ها هم از خود جیمیل میتونین شما اونا رو به شکل اوتومات در درایو تان ذخیره کنین. به انواع مختلف از فایل ها رو شما اینجا هم ایجاد میتونین و هم اپلود میتونین. سعی کنید ببینید اینجا گوگل فارم هستن که به خاطر از اینکه بعضی از فارم ها رو شما، یعنی به خاطر جمع‌آوری معلومات از مردم، شما میتونید یک فارم بسازید و اون معلومات توسط گوگل ذخیره میشد و در برای شما آنالیز و تحلیل میشد. و گوگل درایوینگ هستن که باز ما شما ان شاء الله در ویدیوهای بعدی هر یکیش رو جدا جدا کار میکنیم، تمامش الان فقط امروز یک معرفت خاص از هستن. و گوگل مای مپ هستن که شما میتونید در اینجا امو آدرس دقیق تانه در مپ تار نشانی کنین و ذخیره بکنین، هر وقت از اون استفاده بکنین. و گوگل سایت هستن که شما میتونید بلاگ ها بسازین در اینجا. و امیتو بزنس پروسس سیمیلیتور هستن که شما میخواین به خاطر بزنس پروسستون یا فرنسان بی پی ایمین به قسم چیزایی که شما میخواین یک فلوی از رو بسازین، اونا رو سیمیلیت کنین، شما میتونین در اینجا چارت های مختلف بسازین. و داکومنت ویور هستن که هر نوع داکومنت را شما میتونین توسط زی ویو بکنین و اصلا که ببینین. و داک ساین هستن که شما میتونین که در اینجا سیگنیچر های الکترونیکی بسازین و برای داکومنت تان اچ کنین و همچنان فایل های پی دی اف در اینجا ویو کنین توسط ازی که باز ادیتیبل هم میباشد. انتگریت هستن با امروی درایو فایل های خود آف مایکروسافت رو بنام وان درایو یاد میشد، یعنی به این معنی اگر ما روی ازی کلک کنیم ما میتونیم فایل های ما که در وان درایو هم ذخیره هستن ما میتونیم اونا را سنکرونایز کنیم با گوگل درایو و یا از گوگل درایو میتونیم که معلومات خود را با وان درایو انتقال بدیم که اینا با هم انتگریت هستن. و ویب کم هم دارن، درایو ویب کم هم شما میتونید که اینجا تصویر یا به اصطلاح لایف ویدیو رو بگیرین و اونا را باز ذخیره بکنید. و گانتر هستن فور گوگل درایو، مثلا گانتر به خاطر تاسک منیجمنت هستن که شما میتونید اینجا تاسک هایتون یک پلان خاص بسازید و پلان مطابق امو تایملاین تان پیش برید و اینجا شما یک پلان یا یک امو تایملاین شما میتونید برش بسازید. اسکریپت های مختلف به خاطر اپلیکیشن های گوگل هستن که شما اون اسکریپت ها رو میتونید جور کنین. و اینجا میتونید کنکت مور اپس اپلیکیشن های مختلف دیگه از گوگل هستن، مانند گوگل ترانسلیتور، گوگل مپ، بسیاری چیزهای دیگه هستن که شما میتونید باز درایو تان با اون اپلیکیشن ها هم کنکت کنین. یعنی این به این مفهوم هستن که امی تمام پروڈکت های گوگل یکی با دیگر با هم کنکت هستن، وصل هستن. شما تنها تنها به اساس یک اکاونتتان که او به نام جیمیل اکاونت یا گوگل اکاونت یاد میشد با تمام از سرویس ها شما دسترسی پیدا کرده میتونین و از این کار گرفته میتونین. خب من در یک قسمت شما ببینین که فولدر فولدر میگه شما در اینجا میتونین یک فولدر نو بسازین. این یک فولدر است، شما یک کریت بگین اوتومات در اینجا یک فولدر بر شما کریت میشد. ببینین اوتومات امی فولدر ما هایلایت شد که این فولدر است که شما نو این فولدر را ساختین. اگر بالا از کلیک بکنین در داخل از فیلم ببینین هیچ چیزی هم نیستن. اگر شما یک فایل میخواین که اپلود بکنین شما با چند تاریخ میتونین این فایل اپلود بکنین. آسان ترین طریقه شان می درگ اند دراپ هستن. فرض مثال این یک فایل هستن، ما این فایل را میخوایم که اینجا اپلود بکنم، اینو کلیک بالاش میگیرم و مستقیم انتقال میدم در اینجا. اینجا پس کلیک اعلام میتونم اینجا علامه مثبت میشد، اینجا دراپ شد. این در سیکن این فایل اپلود میشد. نیستی فرمت شناخت که فایل پی دی اف هستن. اگر شما از روزی کلیک کنین این فایل پس اینجا شما ویو کرده میتونین. این حال این فایل شما امینجا ذخیره هستن تا هر وقتی که شما از استفاده میکنین در هر جای. شما میتونین این حال در موبایل تان هم شما در این اپلیکیشن هایتون برنید که با نام درایو یک اپلیکیشن دار اصلا رو اوپن کنین، یوزرنیم و پاسورد تان رو بدین و با اینترنت کنکت باشین، تمام فایل های شما سینک میشه. شما میتونید این فایل هایتون در خود در موبایل تان هم براوز کنین، اونجا ببینید و مشکل خود رو حل بکنین. و دیگه شما ببینید اینجا فایل اپلود هستن.
که این فایل اپلود با اون فایلی که ما شما اونجا درگ اند دراپ کنیم هر دویشون یک چیز هستن. یا هستن که میرین توسط از اینجا براوز میکنین معلومات بعضی هر آن فایلی که ضرورت داشتن شما اپلود میکنین و یا هستن که مستقیم فایل درگ میکنین دراپ میکنین در اینجا میندازین و فایلتان اپلود میشه. خب این هستن که ما از کامپیوتر خود فایل یا فولدر را اپلود میکنین در اینجا. این دو آپشن شما میتونین بسته فولدر هم اپلود بکنین. در داخل فولدر ممکن معلومات با انواع مختلف از معلومات باشد، ممکن ایمیج باشد، ویدیو باشد، ادیو باشد، فایل های ورد پروسسینگ باشد، فایل های اکسل شیت ها باشد، فایل های پی دی اف باشد. خب فایل های مختلف شما میتونید که اینجا باز ایرا اپلود بکنید. ولی در اینجا نامه پلاس که هستن باید شما میتونید فولدر بسید. اینجا گوگل داکس ببینید، گوگل شیت، گوگل سلاید. گوگل داکس برای شما فایل های ورد اینجا ایجاد میکنه. مثل که ما شما لوکلی در داخل کامپیوتر خود پکیج های ام اس آفیس داریم، ورد پروسس هستن، اکسل هستن و پاورپوینت هستن. اینجا ما ورد به نام گوگل داکس یاد میکنیم و اکسل را به نام گوگل شیت یاد میکنیم و پاورپوینت را به نام گوگل سلاید یاد میکنیم. هر آن کاری که ما شما آفلاین در پکیج ام اس آفیس میکنیم در اینجا هم ما میدیم. برای مثال اگر ما روی گوگل داکس کلیک کنیم، اینو ای رو بازنشانم با شما با دیتیلز میخونیم که تمام کارهای زیاد آپشن هستن در ویدیو خلاص نمیشه. یک صفحه ورد اوپن شد که اینجا تایتل یا نام فایل شما داده میتونیم. در مثال نمیشنم که تست فایل این فایل هستن. ببینین یک از خصوصیات بسیار مهمه از درایو هستن که تمام معلومات به شکل اتومات سیو میشن در درایو. شما ببینید all changes save and drive، یعنی ما ضرورت به کنترل اس و به اینجا نداریم که ما بریم به فایل کلیک کنیم و بعد زور سیف بکنیم. همون آپشن هایی که ام اس ورد در آفلاین داره در اینجا هم داره. این را که این فایل ما کلوز کنم با این فایل و این نام ذخیره هستن، هر وقت که ما اکسس میکنم این فایل ما میتونیم با همین محتویات اکسس بکنیم. و خوبی دیگه ای هستم که شما این معلومات اینال امرای دوستایتون اینجا چی میکنین؟ شیر میکنین. یکی از عمده ترین اهداف گوگل درایو هر آن ابزاری که به شکل آنلاین معلومات ذخیره میکند کالیبریشن هستن، یعنی همکاری بین یکدیگر که چندین کس در عین وقت بالای یک فایل کار کرده میتونند. فرض مثال فرض کنین انمی یکی از دون اسایمنت هستن بین سه شاگرد هستن، یعنی ای هر سه شاگرد اگر این فایل یکی ادیت کند او مجبور است که برازو روان کند از رای تور، برازو مجبور هستن که او را در ایمیل اتش کند، بازو فایل خود را نظریات خود را اتش کند، بازو را روان کند با پس باز اتچ کنند، با دوست دیگه خود بازو نظریات خودم نوشته کنند باز اتچ کنند. یعنی وقتم زیاد میگیرد، چند دفعه باید فایل دانلود و اتچ کنند، دانلود اتچ کنند. اگر این فایل در گوگل دراکس اجاز شود در یک نقطه مرکزی با دوستای خود با دوست دوست شریک کنند و هر سیشان در این وقت در انمی داکومنت کار میکنند و یکی دیگر میبینند که کی بالای کدام جای کار میکنند و چی وقت کار کنند. شما میتونید در اینجا کدام نوت هم امروش نوشته کنید، بفرد شما کدام مسیج بسن مسیج هم برش بگین و در اینجا شما باز اکسس هم برش دارید، آیا اینا ایدیت هم کرده بکنند این فایل ها و یا تنها کسی رویش کامنت بتن و یا تنها ویو بتنن. این داره ایتی نیست که تنها برای در این وقت در یک نفر شما، اینجا دیگر هم شما میتونید که ارد بکنید برس کنید و هر چند نفر که داره سکن به تو میگه اد مور پیپل اد مور پیپل. فقط جیمیل اکاونت شما میگیرین اینجا میندازین داخل باز فقط سند میگین دیگه ای فایل میشه، این فایل باز برشان شیر میشد و اونا از این فایل استفاده میکنن. در ویدیو های بعدی چطور میتونیم معلومات را با اکسس لیول های مختلف و همراه دوستای خود شریک بسازیم، چطور میتونیم در عین وقت مثال از این ببینیم که چندین نفر روی یک فایل چطور کار میکنن. تشکر، زنده باشید.